درود به شما مخاطبین گرامی این برنامه خیلی خوشحالم که در برنامه دیگری در خدمت شما هستم البته که در مورد شرایط و اتفاقاتی که در ایران امروز ما میگذره که متاسفانه همه اتفاقاتی که میگذره تلخ هستش از شرایط اقتصادی وخیمی که در ایران هست و مردم ایران ملت ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن تا اعدام هایی که روزانه در ایران اتفاق میفته و مورد اخیر اون اعدام جاویدنام محمد قبادلو بود که قربانی دیگری و قهرمان دیگری در راه آزادی ایران بود این جوان که به دست جمهوری اسلامی مانند هزاران جوان دیگر در طول 45 سال گذشته که جانشون را از دست دادن محمد قبادلو هم به این صف قهرمانان ایران پیوست اما در کنار اون و با وجود اینکه اعتراضات خیابانی به شکل تظاهرات گسترده که سال گذشته شاهد اون بودیم در طول ماهای گذشته به ظاهران آرام شده و خبری نیست اما نمیشه گفت حتی آتش زیر خاکستر نیست یک آتشی هست که مشخصه و معلوم شعله هاش البته که شعله های اون فروزان نشده و امید ما این هست که به زودین شعله ها هرچه بیشتر فروزان بشه و برسیم به جایی که این آتش بتونه تومار جمهوری اسلامی رو که برآمده از شورش 57 و فتنه 57 هستش ببنده و بسوزونه برای همیشه و ایران ما آزاد بشه در کنار همه اینها اما در فضای آرامی که در داخل ایران به ظاهر ما شاهدش هستیم در خارج از کشور نیروهای اپوزیسیون با وجود همه اختلافاتی که هست همه مشکلاتی که هست تلاش میکنند تلاش بیوقفه و روزمره که بتونن بلکه به یک انسجامی برسن اتحاد نمیشه گفت به یک همگرایی برسند که در لحظه ای که دوباره اگر ملت ایران به میدان اومدن این بار بشه که یک آلترناتیو و یک صدای واحدی رو از خارج از کشور چون در داخل که با سرکوب که از طرف رژیم میشه امکانش نیست برای نیروهای مخالف و اپوزیسیون اما در خارج از کشور که این امکان آزادی هست در اون لحظه تاریخی و بزنگاه بشه از این صدای واحد استفاده کرد که جهانیان بدونن که ایران پس از جمهوری اسلامی در واقع خلای قدرت ایجاد نمیشه و نیروها و شخصیت هایی هستن که میتونن در اون دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی ایران ایران رو هدایت بکنن و به تا رسیدن به یک حکومت مستقل برای بررسی همه این مسائل و اتفاقات روزی که در ایران میفته امروز خوشحالم و مفتخرم که در خدمت جناب فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران هستم درود به شما جناب پاشایی گرامی درود به شما عرض ادب و احترام به بینندگانتون در سراسر جهان در خدمتتون هستم سپاس از شما که دعوت من رو قبول کردید و خوشحالم که بار دیگر در خدمتون هستم با آخرین اتفاق تلخی که افتاد شروع میکنم پرسشم رو از شما اون هم اعدام جاویدنا محمد قباردو بود دیدگاه شما چه هست؟ میدونم که به حال این اتفاق تلخی بود اما با توجه به پیامی که شاهزاده در مورد اعدام این جوان دادن در جایی از پیامشون اشاره کردن که در واقع به خطاب به مادر این جوان گفتن که فرزند تو به لیست و به صف قهرمانان ایران پیوست که در فردای آزادی ایران نام اونها برای همیشه گرامی خواهد داشته خواهد شد میخواستم دیدگاه شما رو بدونم و اینکه تا چه حد این اعدام ها میتونه خشم مردم رو برانگیزه چون رژیم هدفش این است که مردم رو بترسونه از اون تظاهرات و قیامی که احتمالش بسیار قوی است آیا تونسته مردم رو بترسونه یا نه مردم خشمگین شدن از دیدگاهشون ما فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته جناعت های بسیار کرده یاد اون نره که از سال شهست این ها شبی نفر 250 نفر رو می این هر شب دیویز پنجان هفته به دار میکشن از مخالفین خودشون که بتونن پایهای های قدرت رو کنن تونستن هم رو در یک زمانی تثبیت کنن ولی چیزی که به خشم خشمی که در جامعه به ایجاد شد خشمی که در جامعه انباشت شد ما در سالهای بعد دیدیم نتیجه و امروز این خیزش ها به من متعادم به سال نخواهد کشید خیزش ها بسیار ندیدتر است تلاش میکنن با این نوع اعدام های فرزندان بیگناه در دل مردم ترس ایجاد کنن که اگر به خیابان بیاید این سرنوشت شما هم هست ولی چیزی که اینا فراموش میکنن و شاید شاید هم فراموش نکنن بلکه میبینیم خودشون به شخصیت های مختلف دولتی و حکومتی در جا به جای گفتگوهاشون برای که برای آینده خودشون به حساب دریچه رو نگه دارن میگن که مردم ناراضیان میگن که این رژیم دارد داخل به حساب فروپاشی میشه درش دل میگن که حتی من شنیدم که در روز به بعدی از مصاحبات تلویزیون در داخل تهران گفته می شود که به حساب هم فکر که همه مخالفین مثل شماها ها کشتار داره کشدار و خون و بسیاری مخالفین حتی که با یک ملایمتی به همه نگاه میکنن و این رژیم خودش داره داخل میریده این حقیقت که نمیشه کتمان کرد رژیمی که آدماش دارن خود ریزش میکنن رژیمی که خودش داره ابزار سرنگونی خودش رو فراهم میکنه مطمئنا در بعدی آنچه ها که امروز مردم در خیابان میبینن و هنوز در کنار هم نیستن مطمئنه وقتی کنار هم قرار بگیرن یعنی خشم خشم که میتونه به راحتی رژیم رو در خیزش بعدی به چالش بکشه و به حساب سرنوشش رو به نوع دیگه رقم بدنه شما توقع نداشته باشین که وقتی مردم از یک موضوعی به حساب خشم میشن در همون لحظه در همون ساعت یک اکسران بلی خودشون نشون بده چون این وقتی مردم با تعقل و اندیشه نیست بکر روی خشمه ولی حرکت هایی که مردم به خصوص پار سال گذشته انجام دادن نشون داد چقدر برنامه داشتن با اینکه همدیگر رو نمیشناختن ولی همدیگر رو میتونستن به راحتی بخونن حرکت های همدیگر رو و به حساب عین عین به حساب مهر با هم بسیار قشنگ بادی کردن و با من مطمئنم که به حساب خیلیش بعدی که در راحت به این بدنی رژیم رو پایین خواهد کشید بله جناب پاشه همینجا میخوام در این مورد چون در صحبتاتون اشاره کردید که خیزش بعدی نزدیک هست حتی به سال هم ممکن است نکشه دو دیدگاه هست در مورد خیزش انقلابی سال گذشته دیدگاه این هست که در واقع اون خیزش شکست خورد و مانند خیزش های قبلی که در ایران رخ داده بود اون هم سرکوب شد دیدگاه دیگه حداقل به نظر من میرسه دو دیدگاه هست دیدگاه دیگه میگه نه این یک پیش بود و این یک شروع یک آغازی بود در پایان جمهوری اسلامی و این وقفه ای که افتاده کارشناسان پیش بینی میکردن که این وقفه چند ماهه و به حال نزدیک به یک سال ممکن اتفاق بیفته در این خیزش و این روند انقلابی و فروپاشی جمهوری اسلامی چقدر شما این دو دیدگاه رو کدوم یکی باور خودتون کدوم یکی ای از این دو دیدگاه درست‌تر هستش من معتقدم که این به حساب خیزش پارسال بسیار خوب عمل ما فراموش نکنیم که هیچ اتفاقی در هیچ انقلابی در جهان با یه حرکت و با ده و سه ماه و چهار ماه به نجه نمیرسه انقلابات زمان میگیره جامعه بعد ساخته بشه به حساب بخش های مختلف جامعه باید به اون بپیوندن هر 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 بخش های جامعه در یک پریودی و برای یک اتفاقی به حساب کاش به صحنه میگذاره ولی آنچه که میشه و دید این که تجربیاتی که جوان ایران از خیزش قبلی به دست بردن و روحیه که گرفتن شما روحیه نکنید بعد از داستان حساب که را به بردن و اون خیش انجام گرفت دیگه روسری به سر مردم برنگشت دیگر نتوانستند روسری رو بر سر زن ایرانی تثبیت کنند تو این ایستگاه قطار میگیرن توی اون اداره دولتی میگیرن ولی نمیتونن همه جایی شهر بگیرن دختران بسیاری هستند که با اینکه میدونن امکان و درست به حتی گرفتار بشن امکان داره که بهتر ماشین اتفاق یا ماشین بسیج رو سوار کنه ببره ببره یا براشون دردتر بشه داوطلبانه به حساب این دا این خطر رو میخرن و برای که میخوان به رژیم نشون بدن که تو ما رو نمیتونی رو چالش کنی تو نمیتونی ما زور بگی و این روحیه ای که میتونه خیلیش بعدی رو به راحتی به بارور کنه آماده کنه و به خیابون بکشم من معتقدم خیزش قبلی تجربه بود بسیار درس آمود بسیار پند آمود و مطمئنا خیزش بعدی که من میبینم جوان ها در داخل خودشون در بین خودشون چه گفتگاه دارن میکنن و این میتونه این بعدی رو براحتی به سرانجام برسون و موفق بکنه آیا شما باور دارید که این خیزش شکست خورد یا سرکوب شد یا اینکه نه به حال این ادامه داره البته میدونم که فرمودید که ادامه خواهد داشت و آغاز دیگری خواهد داشت اما درسته که جوانان دختران در ایران کم و بیش روسری سرشون نمیکنن اما جمهوری اسلامی همچنان در قدرته هدف درسته که حجاب و برداشتن حجاب یکی از اون اهداف بود ولی هدف اصلی سقوط جمهوری اسلامی است که هنوز در قدرته کی ما به اون هدف اصلی میرسیم برادر من قبلا خیلی شد گذشته سرکوب نشد از بین نرفت تجربه کس کرد کرد آزمایش کرد خود در صحنه و دو مرتبه بر این طبیعی کی ب... کی اتفاق میشه بود زمانش به من نمیشه گفت ولی میشود به راحتی زیر پوست جامعه این رو احساس کرد زیر پوست جامعه این به حساب تنفری که از این جمهوری اسلامی جا شده ارتباطات که بین بین جوان ها برقرار شده هماهنگی که در سخنشون در گفتارشون در مخالفتشون هست مقامتی که مادران به حساب جان باختگان مادران کسانی که جانشون در این قلاوت دست دادن روحیه که اونها خودشون دارن با که فرزندانشون رو از دست دادن بسیار بس من معتقدم که بهتاب این بر میانگیزه از خیزش های بعدی رو و تشویق میکنه که تانی که به اونها بپیوندن جوان که به اونها بپیوندن مادری که فردن شاید دست داده ولی نمیخواد بر مبنای سنت اسلامی بر مبنای سنت آخون گریه کنه موش بکنه داری کنه نه تنها فردن چاید در داده راه های بهتان مالی شاید بین مغازه پدر رو تعطیل میکنن و بهتان مادر رو کار بیکار میکنن ولی میبینی که چه مقدار در جامعه مورد احترامه میبینی که چه مقدار در, در بین اطرافیان احترامش چندین برابر شده برای که همه به او به چشم خانواده نگاه میکنن که تو یک فرزند قهرمان پرورش بده نه ایک فرزند تو خوره حقیر دلیل بدبخت رو و به همین دلیل این احترام که میتونه به حساب دیگران رو تشویق کنید که به این مجمع و به این جمع به این روحی و نگاه به اما بنده این نگاه بتونه خیلیش بعدی رو در داشته باشه بله در ادامه همین مطلب مخالفین و یا به ظاهر مخالفین جمهوری اسلامی این ادعا رو مطرح که در خیزش سال گذشته اگر نیروهای اپوزیسیون میتونستن به یک همگرایی و یک اعتلافی برسن کما این که در نشست جورجتان در دانشگاه جورجتان این اتفاق افتاد در حال چند شخصیت سیاسی هنری در کنار شاهزاده رضا پهلوی نشستن و اون هرچند که شاهزاده تاکید داشتن که این ائتلاف نیست و ائتلاف اساسا بین افراد تشکیل نمیشه اما یک همگرایی بود این ادعا رو مطرح میکنن مخالفین که اگر اپوزیسیون متحدتر می بود و یک آلترناتیو رو ارائه میداد اون در واقع خیزش به نتیجه می رسید و جمهوری اسلامی سقوط می کرد تا چه این ادعا درسته و از این طرف شما میفرمایید فرمایید که برحال و دیر و زود داره اما سخت و سوز نداره و این خیزش دوباره در ایران اتفاق میفته. یکی شاید از درسهایی که گرفته شده باشه اینه که اپوزیسیون باید آماده باشه آیا امروز اپوزیسیون آماده هست و یا اینکه باید ما صبر بکنید که در ایران دوباره خیزشی صورت بگیره و دوباره یک در واقع جنب و جوشی در میان اپوزیسیون شایدش باشیم از این چند نکتر بشکافن یکی که ببخشید من سوالات رو چون در فضای مجازی میبینم سعی میکنم که با شما مطرح کنم که بتونیم یک در واقع جوابی به مخاطبین بدیم. همین من مجبور بشکافم. خود عوامل جمهوری اسلامی در در ایران مطالبه میکنن میگویند که صد هزار نفر دستگیر شدن یعنی ما در جهان کمتر حکومتی رو سراغ داری. نداریم مثلا که کمتر نداریم که در بین بسیار وقتی در داخل کشور خیزشی به علی حکومت رو صد هزار نفر رو دستگیر کنه و بعد رهبر در یک نمایش نوت هزار نفر ببخشه شما فقط حجم کار رو نگاه کنید ما با حکومتی طرفیم که وقتی اسد و رئیس جمهور سوریه در داخل سوریه به مشکل برخورد در دو دوربر خودش در حد در کشورهای اطلاف هر چقدر نگاه کرد آدم خورتر از سپای پاسداران گیر نایی بود از سپای پاسداران پیدا نکرد و همونجا بود که سوریه به حال خودشون کامنه ای سلیمانی رو فرستاد گفت برو اسد رو حفظ کن به چه قیمتی؟ به قیمت کشتار بیرحمانه که رو همه دیدیم آدمی که به حساب مخالفین اسد رو تا 50 تا 100 تا 100 تو گودال چال میکنه و میکشه و دیدیم فیلمشو آدم هایی که هم در, 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 قشون به سلیمانی بودن تو سپاه سپای قدش بودن مخالفین خودشون رو میکشتند و اینا رو آبگوش میکردند و می‌خوردن این نه الوجرت نه تحریف فیلماش در فضای مجازی زبتا یوتوب یوتیوب در, در میاد که اینها رو وقتی میکشتند برای که تنفرشون رو نشون بدن اینها رو می و میخوردند تدارشون رو. مردم ایران در برابر چنین سیستم سرکوبی ایستادن خیزش گذشته ایران مردم ایران جوانان ایران دست خالی بدون هیچ نوع سلاحی در برابر این تیپ ها دادن در برابر این نوع آدم های دادن پس این نشون میده که چقدر ارادهشون جدیه چقدر ارادهشون محکمه و چقدر ارادهشون در این مورد مصممت تا چه, چه مقاومتی کردن برای چندین ماه در خیابان هر روز هر روز با این نوع جانورها درگیر بودن امروز ایران در امروز ایران در حقیقت به نظر من یک اشغال خارجی است در, در نیست که ایران ما داریم با داخلی مبارزه میکنم. ما با یک اشغال خارجی مبارزه میکنیم. اشکال خارجی که امروز سب... که که میخوان با مردم رو سرکوب کنن از حتب شعبی میارن از اسمایلیون میارن از فاطمیون میارن هرچی از این اسمایل از و قریبی که شما در دور ایران به دخ... خودشون با الله میارن که خودشون میگن با شش لشکر و شش ارتش رو در از ایران بودجه میدیم پول میدیم و به استفاده خب این شش ارتش در از ایران میان برای که مردم رو سرکوب کنن امروز در خیابان ها فیلماش میاد که به حساب در میگردن در بین افغان،, افغان هایی که بیران آمدن زنانی رو استخدام میکنن که بیان تو خیابون ها به خیلی دختر ایرانی رو بگیرن در پایتخت تهران در شهرهای مختلف و بهش بگن که آقا روسیه سرت هست یا نیست این نشون بوده این به حساب جمهوری اسلامی با چی با چه, چه قدرتی نی... چون به مردم ایران دیگه تکیه نداره از نیروهای خارجی برای سرکوب مردم ایران استفاده میکنه و این معنی دوم میشینه که نیروهای داخلی که با رژیم همکاری میکنن دیگه اون قدر بهشون اطمینان نداره مجبور خارج بیاره این درو نکنیم در مورد مثلا به حساب اپوزیسیون بله حقیقتا اپوزیسیون در دوری در, 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 در یک سال پیش آمادگی نداشت که نمایندگی کنه به همهی همه اون مردمی که تو خیابون هستن به همین دلیل اشارات داده اون دارتر با در جوشتان گذاشتن بعد در, در همون زمان به ما با چندی سادمان دیگر جمهوری خواه به به یک همکاری و به یک به کار مشترک اطلاف که نهید بکنیم اعتلاف لغت بسیار سنگین و قوی ولی به همکاری مشترک با هم رسیدیم هفته آینده در سبا و چهارم ماه فبریوری در اروپا ما به نشستی رو داریم به حساب در بکت همه نیروها بگم همه نمایندگان نیروهای مختلف جمهوری ها و سوسیالیست ها دو دعوت شده که در این جلسه شرکت کنیم بتونیم با همدیگه برنامه های مشترک رو به حساب برنامه ریزی کنیم صحبت کنیم طراحی کنیم راه جاری با همدیگه در بگیریم که چگونه میتونیم به حساب در خیزش بعدی اگر وقتی اتفاقی که در راه هست و میفته ما بتونیم به با وقتی با دولت خارجی صحبت میکنیم بگیم آقا ما, ما همه با اندیشه های مختلف سیاسی داریم با جمعه تاریم بخالفیم همه ما که از اندیشه های مختلف سیاسی میاییم با هم یک صدا و یک نفس و یک تون در حقیقت میگویم که میخواهیم حکومت نباشد و میتونیم خودمون در بین فردای سرنگون جمهوری اسلامی بین خودمون یک صندوق رای بگذاریم و تصمیم بگیرن و مردم ایران نظر بدن و ما به اون گردن میگذاریم که به چه نوع حکومت در فردای ایران میخواهیم اینه نشون من معتقدم ما برای فردای سرنگونی ترهایی داریم ترها من هم رو هم بریزیم مهمترینش این است که بسیار همه با هم به این توافق برسیم که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی همه هم ما برای سازندگی ایران آینده دست رو در دست هم خواهیم گذاشت دیران آینده ایران نخواهد بود که گروه های سیاسی در پی حد رو هم دیگه باشن بلکه در پی تکمیل همدیگه در پای باربر کردن هم دیگه در پی این که بتونن با هم کار مشترک و منتجم انجام بدن و کمک کنن به آزادی ایران به نظر من امروز اون زمانی که ما باید به به جهان نشون بدیم ما به اون تمدن و به اون در حقیقت بلوغ سیاسی رسیدیم که میتونیم همه ما با هم کار کنیم و مهم این که به چه نوع اندیشه سیاسی پادشاهی خواهد هستیم یا جمهوری خواهد هستیم بلکه مهم اینه که کی به ایران ایش. کی به ایران و به سرزمین ایران بیشتر عشق میورده بیشتر خدمت میکنه بیشتر کمک میکنه و هر کسی که به حساب مهر ایران در دلشه نه مهر تجزیه نه مهر جدا شدن نه مهر به حساب بلکه مهر ایران یک پارچه در دلشه میتونیم ما کنار هم بشینیم و میتونیم به حساب با هم دیگه به سازندگی ایران فردا کمک کنیم و این راهی که ما مدیره بتونیم در هفته آینده دسته ما و چهارم فبیه در و 4 فوریه در جلسه که آلمان خواهیم داشت به این جنبندی ها برسیم و مسیر راه رو به با دقیقت با روشنی بیشتری طی کنیم سپاس از توضیحات شما جناب پاشایی الان خاطرم اومد که شاهزاده در یکی از مصاحبه که فکر کنم با یک رسانه خارجی هم بود در مورد همین نشست جورشتام که ازشون پرسیدن و به حال اون مشکلاتی که پیش اومد در اون میان اون چند نفر گفتن که سناریو همونه ثابته شاید بازیگران عوض بشن آیا این اگر این گفته شاهزاده در معیار قرار بدیم این چیزی که الان شما میخواید هفته آینده برگزار بکنید این همون بازیگران هستند که در اون سناریو قرار هست که نقش ایفا بکنند یا این یک چیز متفاوت هست در واقع اگر بخوام به صورت خلاصه خدمتون بگم آیا این اعتلاف یا همگرایی یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم که میان شما حزب مشروطه در واقع و نیروهای جمهوری خواهی که ایرانگرا هستن این رو هم باید تاکید کرد روش چون خاطرم هست که در گذشته همون چند ماه گذشته خیلی بر سر این که ما تمامیت ارزی رو قبول داریم یا نداریم به حال جنگ و جدلی بود اما اگر این نیروهای جمهوری خواهی ایرانگرا با حزب مشروطه ایران به یک همگرایی برسند آیا این اون چیزی هست که مد, نظر شاهزاده هست و آیا اساسا حمایتی از سوی ایشون خواهد بود از این گروه یا اینکه نه ما باید منتظر یک در واقع همگرایی بزرگتری باشیم به نظر من شاهزاده در اقلا میتونم بگم 20 سال گذشته با جدیت تلاش کرده که همین نیروهای مختلف رو با نگاه های مختلف رو گرد هم جمع کنه همیشه ایشون مشوق بوده که آقا ما باید احزاب سیاسی داشته باشیم حزب چپ داشته باشیم حزب بهحساب راست داشته باشیم میانی رو داشته باشیم پادشاه خود داشته باشیم جمهوری خود داشته باشیم و این ما نیستیم که تعیین میکنیم ایران به چه مسیری مردم ایران هستن که تعیین میکنن ولی آنچه که ما تعیین میکنیم این که باید این فضای همکاری مشترک بین همه ایرانیان برای ساختن ایران آینده به حساب باشه اینی که ما بخوایم از الان کسی رو حذف کنیم اینی که ما از الان بخوایم کسی رو به مدان مدام به در کنیم با توهین حالتی فقط خدمت به جمهوری اسلامیه من همیشه گفتم من اگر جایی به در تطلاعات ایران بودم بیشترین تلاش هم رو میکردم که بین نیروهای مخالف خودم نفاق ایجاد کنم بیشترین تلاش هم رو میکردن که تفرقه ایجاد کنه به این نیروهایی که با من مخالفن که نتونن با هم متحد شن و دستشون دست هم دیگه داره و با همه با هم به دیوار دیوار جمهوری فشار بیارید این پرو این سناریو بود که شاهد بهش نگاه می‌کرد همکاری همه با هم دیگه جوشتان هم با همین نگاه به تا دقیقت تعیین شد که مردم این تصویر رو به مردم بدهد که آقا ما همه میتونیم کنار هم بنشینیم و میتونیم با هم کار کنیم شما در جلسات جوشتان رایزن یا مشابه شرکت میکردیم من میتونم بگم که در اونجا هم بارها گفتن به, به دوستان که ائتلاف سیاسی برای سرنگونی حکومت باید بین گروه های سیاسی انجام بشود بلکه شخصیت های سیاسی میتونن از اینها پشتیبانی کنن میتونن از اینها حمایت کنن میتونن صدای مردم باشن میتونن اتفاقاتی که در ایران میفتد و با یک توانایی بالاتری در به خبرش رو پخش کنن و به همه رو مطلع کنن ولی کار سیاسی رو باید گروه های سیاسی انجام بدن اما من فکر کنم که اینم که آنچه که ما این بود داریم در در برنامه داری بر هفته آینده در همین مسیر که سازمان های سیاسی بتونن کنار هم بنشینند و بتونن با یک رفتار درست دیگران رو هم به گرد خودشون جمع کنن و این مسیر رو به حرکت بندازن دقیقا همون مسیری است که شاهزاده در این سالها همیشه به اون تاکید کردن روش پافشاری کردن عقیدهشون بوده نگاهشون بوده و به حسابش معتقدم و در پیمان نوینی هم که یک سال دو سال پیش دادن بیرون در اونجا هم باید بر همون تاکید کرد و این حرکت های ما بیشتر در همون مسیر است و با اون اصوله چون مهم که در بین دوستان جمهوری خواه ما کسی معتقد به شخص شاد و دلتا باشه نباشه مهم که به اون نگاه معتقده نگاه همکاری نگاه مشترک نگاه ایجاد ایران ایران متحد برای همه ایرانیان و من معتقدم که اگر این خوب پیش بره حتما شاهزاده پهلوی از اون حمایت خواهند کرد بله آیا چون در روزهای گذشته بیانیه هم منتشر شد از سوی طیفی از جمهوری خواهان که از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده بودند و از دیدگاه ایشون آیا افرادی از این افرادی که در این بیانیه در واقع حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی در نشست هفته آینده حضور خواهند داشت یا خیر من کنم شما اشاره میفرمایید به اون بیانیه طرف جمهوری خواهان معتقد به شاهداده رضا پهلوی بله بله همون منظورم همون بله, بله من اون دوستان رو میشنستم ولی بله نه اونا در این جلسه شرکت ندارن چون ندارن که مداری که چون ما برمار چینده بودیم و برای که اینا اعلام موجودیت کردن و قبل از این بهتون بر... این برنامه برای این جلسه بودن یک ماه قبل چینده شده بود برنامه جی شده بود و تعیین تهران شده بود و نه در این دفعه فرصت نشد ولی امیدواریم در بعدا بتونیم با اون جمع هم بتونیم کار کنیم و همین جمع خود رو در. بله پرسش آخرم رو از خدمت شما میخوام این سوال رو بپرسم چه که به هر حال در فضای مجازی و البته در داخل ایران اه... در مورد به حال و هفتی ها و نیروهایی که در سال پنجا هفت در مقابل حکومت پادشاهی بودند و یک جورایی پشت سر خمینی ایستادن حزب مشروطه رو متهم میکنن به اینکه داره با این طیف های پنجا و هفتی همکاری میکنه یا مماشات میکنه به هر حال دیدگاه شما چه است چون این برحال مهم هست گفتم از خدمتتون بپرسم نه نه من خودم شنیدم این حرف در فضای مجازی ببینین ما دیروز به این مبارزه خب خیلی میتونم بگم ظرف دو سال گذشته به این مبارزه پیوستن خب دمت خب خدا رو شکر علاقه من شدن خدا رو شکر دلشون برای ایران سوخته آمدن و علاقه من شدن خب دستشون در درد نکنه ولی شما الزامن چون میخواهید به حساب ساله رو دو ساله برید لزوم نداره به دیگران تهمت بزنید به دیگران افترا بزنید ما دیروز و امروز طرفدار پادشاهی نشدیم ما من خودم رو میگم من چرا پنج سال از طرفدار پادشاهی هستم و قبل از اینکه حکومت سقوط کنه حکومت پادشاهی را سقوط کنه قبل از اون... قبل از اون من طرفدار پاد... حکومت پادشاهی ایران بودم و تمام این سالها هم به حساب این مبارزه در جریان روز به روز هفته به هفته در جریانش بودم کار کردم فعالیت کردم ولی من به حساب راه خودم رو با تنفر نمیخوام باز کنم ما من بلکه من معتقدم به انقلاب بهمن 57 راه خودش رو با تنفر به حساب باز کرد نیروهای سیاسی که هم از خودشون متنفر بودن هم از ایران متنفر بودن هم از مخالفینشون متنفر بودن و آماده بودن که همه رو بکشند. و دیدیم که وقتی این نی... این فکر این اندیشه به حساب بر به حساب بهمن 52 بهمن 57 به ایران غالب شد چه بلایی سر ایران آمد من اینو بارها گفتم فقط شما فکر نکنید چون به حساب خمینی و یارقارانش به حکومت رسیدن چنین حمام خونی در ایران را افتاد هر نیرویی که در اون جنب بود به حکومت میرسید همین حمام خون را میافتاد اگر چپ ها به قدرت رسیدن حمام خونی که را میداختن از این کمتر نبود اگر مجاهدین به قدرت رسیدن حمام خونشون ده برابر حمام خونی بود که خلخالی را انداخت نگاه کنید در همون دورانی که خلخالی شدید 20 نفر 30 نفر 40 نفر رو میکشت روزنامه های حزب توده به خلخالی ایراد میگرفت روزنامه های مجاهد به خلخالی ایراد میگرفت میگفت آقا اگه نمیتونی به حساب انقلابی رفتار کنی برو کنار بده کت دیگه بیاد یعنی برو کنار بده کت دیگه بیاد شبیه 300 تا بکشه به همین دلیل است که به حساب من معتقدم آن چرا که در بهمن 57 اتفاق افتاد فقط تنفر و انزجار بخ... به حساب روحیه اون شامی بود که بس به سر کار اومد ما نمیخوایم با این روحیه به ایران برگردیم ما اگر ما معتقدم اگر قرارت فردا ایران چنین, در... چنین, اتفاقاتی بیفته آخوندها دارن بهترین کار رو میکنن لزوم نداریم ما پادشاهی رو به چنین ننگی آلوده کنیم که قدرتش رو آغشته کنیم مثل 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 چپ ها، مثل مجادی به این خونها به همین دلیل من معتقدم که ایران آینده ایرانی که با با هم کار کنیم در پنجاه 57 اگر کتانی هنوز هستند که همون رفتار پنجاه هفت رو دارن بله بعد ما رو به خطاب کرد اما اگر کسانی هستن که در اون کار شرکت کرد در اون انقلاب شرکت کردن امروز از, اون انقلاب زده شدن ناراحتن میخوان بهتاب بیاید و به ایران خدمت کنن ما نمیتونیم با لغت پنجاه هفته اونها رو از بدان برانیم البته همون... پنجا هفتی رو به عنوان یه تفکر بیشتر جا افتاده و دو به نظر اگر کتی هنود، همون... هنود، کتی رو دو تفکر رو داره خب درسته اگر کسی هنوز ما میبینیم بود در بری به حساب سازمان های سیاتی چپ سازمان که بسیار تندرو هستن همون حرف های قدیم ها میزنن همون شعاره قدیم ها میدن همون شعاره چلتر پیش خب بله اون رو خب بنجا هفتی هستن گفت چرا اما کتی تصمیم یه به این نتیجه هست که باید بیاید و راه تادیری پیش بگیره اگر کسی آمده آماده است در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی با همه نیروهای دیگه به جمله نیروهای طرفدار پادشاهی همکاری کنه اگر کسی هست که معتقد است بعد از این سرنگونی همکاری برای سرنگونی صندوق رای با تکلیف قضیه رو معلوم کنه نه یک گروه به خصوصی نه یک اندیشه بخصوصی خب ما چه مشکلی میتونیم داشته باشیم آیا این صحیح است که ما فقط با... چون خودمون در... 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 فضای سیاسی خیلی طرفدار نداری با لغت پنجاه و هفته طرف کسانی که میخوان به ایران خدمت کنند و از صحنه بدر کنند من فکرم به آدم سیاسی می هم پرست. اولین وظیفهش جذب نیروهایی که به خطاب بتونه مخالفین جمهوری اسلامی رو بیشتر کنه جذب مخالفی نیست و اینها رو کنار هم نشوندن که بتونن نیروی جبهه حمله به جمهوری اسلامی رو و قویتر کنند کنن نه که دعواها رو بکشن تو اپوزیسیون و در اپوزیسیون در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دعوا ایجاد کنن این کار درست نیست ما به حساب فکر کنم صداقت خودمون در مبارزه رو به اعتقادمون به این مبارزه رو در این سال خواهد ثابت کردیم اگر با چهل سال از چهل پنج سال است که داریم با جمعه مبارزه میکنیم و معتقد پاچایی هستیم این بود از این نظر بر نمیگردیم. ما روزی طرفداری اندیشه بودیم که کمتر کسی طرفداری اندیشه بود خیلی قابل انگوشوار بودن کسانی که به این به برگشتن به حساب پادشاه بودن حالا که زیاد شدن انشاءالله این نیرو دیر بیشتر بشه رود برود قوی تر بشه ولی ما یادمون داره ما اگر امروز باد بکاریم فردا باید توفان درو کنیم آیا ما میخواهیم امرو تنفر بکاریم آیا ما میخواهیم با ایجاد تنفر برای خودمون سربازگیری کنیم آیا سربازگیری در میدان تنفر برای ایران آینده مفید است روزی که ما به خودمون بیاندیشیم من معتقدم به ایران نیندیشیدیم و ما سالیان سال هستیم به خودمون نمیاندیشیم به اینکه چه به اون میگن فکر میکنیم ما فکر چه چیزی مصلحت ایران است چه چیزی میتونه ایران و آینده رو از این بلبل و بلبشو و بلایی که سرش آمده دور کنه و ملت ایران رو به طرف یک دور و آرامش و به حساب سازندگی و در حقیقت مدرنیته ببره تا از این عقب بله همونطور که پادشاه فقید شما اشاره کردید پادشاه فقید در آخرین پیامشون به ملت ایران گفتند که بیایید همه با هم به ایران بیندیشین و این خیلی مهم و در واقع راه آینده ایران رو روشن میکنه هم در سال 57 که متاسفانه تیفای سیاسی و بخشی از مردم ایران به ایران نیندیشیدن و امروز هم اگر این داستان همینجوری پیش بره ما نمیتونیم از این پنج سالی که این همه بلا سرمون اومده نتیجه درستی بگیریم برای ایران آینده سپاس از شما جناب پاشایی گرامی خیلی ممنون از شما که قبول دعوت کردید و امیدوارم که در آینده نزدیک و پس از این نشست در خدمتتون باشم که بتونیم در مورد دستاوردهای این نشست و اقدامات آینده صحبت بکنیم ممنون از شما من فقط شاید داده بشه یک نکته اشاره فهم. کنم بفرمایید اون این است که ما وقتی شاهتادر تا پهلوی رو به عنوان رب... کسی نگاه میکنیم که باید ایران آینده رو اداره کنه ما نگاه میکنیم به عنوان پادشاهی که به اطلاع راه رو برای ما رو رفتن به ایران داره هموار میکنه باید به راه اون، به نگاه اون، به گفته اون، به عملکرد اون هم نگاه کنیم شاهتادر تا پهلوی اولین کسی است یا میتونم بگم دوز اولین تا است که بیشترین ملاقات و گفتگو و رابطه رو را با مخالفین خودش داره با کسانی که حتی جمهوری خواه هستند و به, پا... به اندیشه پادشاهی معتقد نیستند و او بهترین رابطه رو با آنها در بهتر... بیشترین احترام رو در بین اونها داره ما این هم شما به اشاره کردیم ما میبینیم ایشون رفتار پا... ایشون رفتاری بوده است که به کتانی که خودشون رو از سالیان پیش جمهوری خواه خطاب میکردن و به دنبال ایجاد حکومت جمهوری بودن امروز در تعدادشون دور هم جمع میشن و بیانیه میدن به عنوان جمهوری خواهان معتقد به رضا پهلوی یعنی معتقدن که اوست که میتواند این راه رسیده به ایران را هموار کنه اوست که میتواند راه خوشبختی ایران آینده را هموار کنه چه چیزی این باور به با اون دوستان جمهوری خواه داده جز رفتار خودش داده جز کردار خودش داده جز منش و گفتارش به که شما با کافیت به من نیدم جمهوری خواهی با ایشون بنشینه گفتگو کنه و بعد بعد از بلند شدن از جلسه احترام برای ایشون قائل نباشه این با گفتن این نوع الفاظی که شما الان به اشاره کردید تو فضای مجازی میچرخه ایجاد نمیشه جز با ملایم ما وظیفه داریم به حساب از انتقام از روحیه انتقام دور کنیم خودمون رو و فقط و فقط به ایران بیاندیشیم و ایران از ما توقع انتقام کشی نداره ایران از ما توقع سازندگی و بخشش و مهربانی و همکاری مشترک داره به نظر من از شما بفهمید میبخشم این از زیاد صحبت خواهش میکنم نه نه خواهش میکنم نه نه فرمایید سپاس از شما و به امید رسیدن به ایران آزاد هر چه زودتر و تا اون روز و برای همیشه پاینده ایران ممنون از